حضورتان در خانه هایمان پرفروغتر و صدایتان هرچه رساتر باد. به مثابه دانه پیشکش به برگاه بلند آزادی، هدیه ناچیز 5,000,000 تومان را تقدیمتان می کنم. بپذیرید. طاهر کانون شورشی از تهران. فقط من همیاری تعدادی از هموطنان و اشرف نشانان را که به من مأموریت دادن که همیاریشون را اینجا اعلام کنم به شرح زیر می گویم. قبل از اون یه دونه بسن چیز هست که از طرف کانونای شورشی فرهاد، شیبا، بهنام و بقیه بچه هایی که از داخل ایران تماس گرفتن، از طرف اونایی مبلغی هستش 10,000 کرون سمبولی که از طرف کانونهای شورشی کمک به سیمای آزادی. بعد تعداد 27 نفر هستش کمک کردن، کمک جمعیه، مبلغش 93,800 کرون هستش. عادل، بهساد، ادوین تهرانی، علی اکبر ادریسی، اسماعیل، محمود دهناد، مسلم جمشیدی، حسین بابر، وحید باقر نجات، مسعود، محمد رحمانی، سپیده موسا نجات، مسعود لک، محبوبه، آزاده مبینی، فهیمه مبینی، نسرین بخردی، فریده شمار، نادر صفا، یک هموطن، سهراب حمدی نجات، فرخ شیرازی، محمد دارافرین، آپریل، علی نصیربور، احمد زنگویی و مصطفی، مجموعاً 93,800 کرون. خواهرمون سهیلا و دوستمون صادق از آمریکا یه پیام کوتاه دادن. ما صحبت‌های هموطن شورشیمان بهنام از دماوند را که شنیدیم، از شور و اوج فداکاریش برای آزادی ایران احساس کردیم که باید برای سرعت بخشیدن به رزم کانونهای شورشی مسئولیت بیشتری بپذیریم و لذا با افتخار 50,000 دلار به همیاریمان اضافه می‌کنیم و 400,000 دلار را تقدیم این کهکشان می‌کنیم. صادق و سهیلا از آمریکا. من سعدالله کاراتی، تیم ملی کشتی فرنگی ایران بودم. سال 60 دستگیر شدم، 72 آزاد شدم. یه سری افراد به من پول دادن که به شما ابلاغ کنیم. جواد 1,000 دلار، مرتضی 2,400 دلار، احمد 50 دلار، خودم 1,200 دلار. مجموعاً 4,350 دلار پرداخت کنیم. من فقط خاطره سال 67 میخوام بیان کنم که خیلی ها نکنیده باشم. خواهش میکنم. من سال 67 بندی بودیم به نام ایدامیا، ایروکمیا و 20 سالا. من 20 سال حوش داشتم. که سال 67 اولین کسایی که بردم بچه هایی بودن که برای عملیات داخلی مده بودن، دستگیر شده بودن. به نام موسا موساخانی که ما موقعی که بچه ها رو صدا می کردن برای ایدام، قبل اینکه ایدام رو شروع بشه که سال 67 اینا رو بودن سری اول، سال 67 ما تونل درست می کردیم، با حالت دست می زدیم اینا رو وسط رد می شدن که موسا موساخانی حالت بی می گرفت که با قول من رو برای ایدام آماده می شدن که پاسداران گفتن عروسی شما اینجا الانه، عروسی ما شبه. درود بر شما سعدالله عزیز و درود بر خاطره که گفتید، ولی فقط من یک جمله بگم. همون خونها بود که الان تو خیابونهای تهران به صورت کانونهای شورشی شوریده بر علیه این رژیم. هیچ خونی بی پاسخ نمیمونه، به خصوص وقتی که رهبری به مانند برادرمون مسعود و خواهرمون مریم بر فراز این راه هست که این خونها رو زنده نگه میداره تا روزی که رژیم رو به زیر بکشند. درود بر شما، حتما آینده بهتر خواهد بود، بدون شک آینده روشن است. یه سری که متاسفانه حالا برای رژیم دارن کار میکنن، برای هر کسی کار میکنن، برایشون متاسفم. خونهایی که رفتن خونهای پاک بودن که هیچکی نمیتونه اما بذاره وسطش، هیچ انسانی نمیتونه، چون ما همیشه تو زندان زیر بازجویی بودیم، هیچ ما آسایش نداشتیم. کسایی که خون بچه ها رو پایمال میکنن، جواب در آینده جوابش خواهند دید.
فقط میخواستم یک نکته رو اشاره کنم و اون تماسای کانونای شورشیه که این فکر میکنم کلن این همیاری رو خیلی خیلی با یه شکوه و عظمت خاصی خیلی منحصر به فرد کرد. این تماس ها خیلی متفاوت بود با همیاری های قبلی و بله و اینکه خلاصه مهم اینه که این همه تماسایی که از داخل شد این جوان ها و ایرانی هایی که تماس گرفتن در واقع از جون گذشته یک خطر خیلی بزرگی رو به جون خریدن و این تماس ها رو گرفتن. همه ما اینو میدونیم و خیلی ارزش داره و اینکه هر کدوم از این کسایی که تماس گرفتن خودشون میشه گفت که بیانه و نشانه ای از هزاران نفر دیگه هستن، یعنی یک نمونه از هزاران هستن که تونستن تماس بگیرن و این خودش یه بیانه ای هست که توی ایران مردم ایران هزاران هزار ایرانی هستن که پشت این مقاومت هستن، حمایت میکنن و در کنار این مقاومت قرار دارن. کمک‌های جمعی که خودم جمع‌آوری کردم در مجموع 10,000 دلار میشه که زری، سمیه، فهیمه، محمود هر کدوم 500 دلار و محمد 3,000 و خودم هم 5,000 که در مجموع 10,000 تا. یکی از برادرامون برادر جاوید خودشون 3,000 تا کمک کردن و یه از دوستان و آشنایانشون هم یه مقداری جمع‌آوری کردن که به ترتیب زیر هست: بهروز 200، منصور 50، منوچهر 100، فرشته 100، النا 30، عباس 200، باقر 500، اکبر 200 و شادی 100 دلار. همچنین یکی از خواهران عزیز آیدا از واشنگتن که قبلا کمکشون رو اعلام کرده بودن ولی بعد از شنیدن این تماس های از ایران و صحبت های کانون های شورشی تصمیم گرفتن 1,000 دلار دیگه هم کمک کنن که در مجموع 15,480 دلار در اینجا هست که خواستم اعلام کنم. حقیقت من این رو در واقع این همیاری رو یه رای گیری میدونم، رای به سرنگونی رژیم پلید آخوندی. و من اینجا میخوام بگم رأی میدم که دیگه فرهاد لازم نباشه با اون وضع مریضیش، با اون تنگی نفسش بیا روی خط، یا بهنام با اون ناله های دلسوزش واقعا جگر ما رو هم خون کرد. مبلغ 15,000 دلار که جمع‌آوری شده اعلام بدن. همایون 1,000 دلار، فروغ 500، کیوان 500، من و رویا 750، مرداد، حیدر و شهین 4,000 دلار، کوروش 300 دلار، علی 1,200 دلار. امیدوارم مورد قبول واقع بشه. در نهایت میخواستم کمک خودم و مهری همسرم مبلغ 50,000 دلار و همچنین الهام، ندا، اشرف، دختران من مبلغ 300 دلار که در جمع 50,300 دلار میشه تقدیم سیمای آزادی بکنم. و در آخر میخواستم در این گلریزان یادی کرده باشم از شهیدان این مقاومت که جان پاکشان را تقدیم راه آزادی کردن: برادرم مرتضی، حمید زاکریان، خواهرزاده عزیزم، خانواده بزرگ داوودی ها که 7 تن از این خانواده یا در درگیری ها به شهادت رسیدن و یا در زندان های این رژیم به شهادت رسیدن یا در عملیات بزرگ فروغ جاویدان جاودانه شدن. یادشان گرامی باد و دیگر عرضی ندارم و با درود به همه شما عزیزان. جمال هستم از آمریکا. با سلام و درود فراوان به تمامی رزمندگان مجاهد، به خصوص به کانونهای شورشی که خواب از چشمان رژیم ددمنش آخوندی گرفتن و او را تا لب پرتگاه سرنگونی آوردن.
دیری نخواهد کشید که مردم دلیر و وطن پرست ایران زمین به همراه ارتش آزادی با شعار بترسید بترسید ما همه مسلح هستیم رژیم را به ته دره سرنگونی بفرستند. چون وقت کمه بنابراین کمک‌های مالی رو اعلام می‌کنم. از طرف برادر مهدی 15000 دلار، خواهر طاهره 3000 دلار، از طرف خودم 18000 دلار به مبلغ کل 36000 دلار به سیمای آزادی اهدا می‌کنم. موفق و پیروز باشید. با درود سلام فراوان، مادر سهیلا هستم، از تهران تماس می‌گیرم و حضورم رو در 25مین گریزان همیاری سیمای آزادی ملی ایران اعلام نمایم. بدی منظور و چیناقابل به مبلغ 500 میلیون ریال تقدیم نمایم. همین گونه که هممون شاهد هستیم، سیمای آزادی چشم و صدای ملت ایران است. اخبار و تحلیل های درست رو فقط ما از سیمای آزادی درک میکنیم و جذب میکنیم و من در این رابطه خودم رو یک کانون شورشی میدانم و موظفم تا آخرین قطره خون مسئول راهم باشم. همونگونه که فرزندان واقعی ملت ایران ما کانون های شورشی شبانه روز در تلاشند تا این رژیم صفاک را سرنگون کنند، در راهمون لغزش نداریم و تنها آرزوی ما دیدار با تک تک مجاهدین، با برادر مسعود و خواهر مریم می باشد. چون می دانیم که فردا از آن ماست، پیروزی از آن ماست. ما در دورانی که رهبری ایدئولوژیک داریم، برادر مسعود هست، خواهر مریم هست، در کنار این رهبری ایدئولوژیک افرادی مثل شما هستن که تمام عیارن، 100% که من به عنوان کسی که با انقلابات مختلف دنیا آشنا بودم تو این سالیان، حتی سایه شماها رو در انقلابات دیگه نمیشه دید. خدا رو شکر. و خواستم بگم که در این دورانی که آخوندها اصالت، ایدئولوژی و رسالت کشور ما رو به تاراج بردن و میبرن، در این رابطه میگم که مردم ایران به خاطر داشتن برادر مسعود و این رهبری ایدئولوژیک کاری شد کارستان که تونستیم در مقابل این رژیم بمونیم، وگرنه اصلا هیچ آخر عاقبتی رژیم برای مردم ایران چه به لحاظ سازماندهی کشوری و چه به لحاظ سازماندهی ایدئولوژیک و فرهنگی باقی نمیگذاشت. که دو سه سال پیش کمک‌های مالی که سازمان اعلام می‌کرد، تک و توک بچه‌ها می‌تونستن از ایران وصل بشن و مثل همین علی سالمی که بتونن اعلام حمایت کنن. اما الحمدلله الان توی 3-4 روز گذشته واقعاً از به هر گوشه‌ای از ایران که نگاه می‌کنیم، این کانون‌های شورشی و نقش اونها رو کاملاً می‌بینیم. باور نکردنیه. جوانانی رو ما باشون صحبت کردیم که مثلا تمام عیار، 2-3 سال پیش اگه صحبت میکردیم اصلا فضای سیاسی نبود، اما الان آنچنان تمام عیار برای سرنگونی رژیم کمربند بستن که اصلا واقعا من الان هیچ دیگه شک در آینده ایران به زودی و آزادی مردم ایران ندارم. مبلغ کل کمکایی که اینجا شده 11485 دلاره که در بین این 5000 دلارش خانواده خودمونه، من و بتول و بچه‌ها هستیم، محمد اخوان 1000 دلار، یکی از هموطنان مسیحیمون 500 دلار، یه هموطن دیگه دوباره 500 دلار، مهران 300 دلار، افسانه 275 دلار، نینا، مرتضی، مصطفی و بهزاد و عدم 220 دلار، مصطفی، یه مصطفی دیگه 600 دلار، حسین 200 دلار، یه محمد هست 200 دلار و سهراب 2600 دلار که روی هم دوباره بگم 11485 دلاره. دوستان، یاران، رفقا، در این روزها یک وظیفه ملی و میهنی است. سیمای آزادی صدا و تصویر رنج های مردم زحمتکش
و خشم گرسنگان به جان آمده و کانونهای شورشی که آرزوهای مردم را برای سرنگونی رژیم آخوندهای جنایتکار به پیش میبرند میباشد. دوستان رفقا، هم رزبانا، تعداد 50 لیتوگرافی از آثارم را برای فروش در اختیار سیمای آزادی میگذارم و تصمیم گرفتم که همزمان تندیس قهرمان نوید افکاری را به موزه مقاومت اهدا نمایم. به قول برادر، فیا عجبا عجبا، واقعا تعجب میکردم با توجه به مسئله کرونا این همه فشار روی مردم همه جای دنیا هست، سازمان این بزمی که کاشته به این شکل الان داره شکوفا میشه که چه در ایران کانونای شورشی و چه در خارج از ایران و چه در اشرف سه یا در کل دنیا. سیاوش 50 دلار، آقای شجاعی 1000 دلار، رخساره 200 دلار، سینا 200 دلار، توماس 2000 دلار، صادق 1800 دلار، مریم 30 دلار، مهدی 150 دلار، سمیرا 150 دلار، خسرو و گوهر 4000 دلار، جلال 3600 تا، دکتر 100 دلار، هموطن آشوری 100 دلار، هموطن دیگر 20 دلار و خودم 1000 دلار بود، ولی با توجه به شنیدن صدای بهنام از دماوند و یا فرهاد از کرج 1500 دلارم خودم و انوشه. احسن. جمع کن 15450 دلار. بله، پیام جمعی از خانواده های شهدا است که با این تصاویر به ما این پیام رسوندن. 12 میلیون تومان از طرف تعدادی از خانواده های شهدا. برادر عزیزمون آقای رضا سیبو پیامی دادن مبنی بر افزایش کمکشون. من 2 روز پیش 50000 دلار را تقدیم همیاری سیمای آزادی کرده بودم، اما در طی این مدت با دیدن استقبال و همیاری غرورآمیز دیگر خواهران و برادرانم و شنیدن صدای گرم و توفنده کانونهای شورشی در سرتاسر میهن اسیرمان، میخواهم 50000 دلار دیگر به سیمای آزادی کمک کنم که جمع کمک من 100000 دلار میشود. برادرمون احمد از ابوظبی پیام دادن: سلام به رهبری بی‌نظیر مقاومت که مواضع درست و اصولی در سرفصل‌های تاریخی علیه شاه و شیخ و بالاترین فدا و موازنه قدرت را به نفع مردم ایران تغییر داد و ارتجاع مفلوک را در بنبست مرگبار قرار داده است. درود بر مجاهدین و مبارزینی که با خون و رنج و شکنج و خود در مقابل استبداد و استعمار ایستاده و نوید صلح و آزادی عدالت به خلقشان هدیه کردند. عزیزان، شما با انقلاب درونیتان و گذشتن از همه چیز انقلاب همه چیز انقلاب پی در پی اجتماعی تولید کردید و خمینی و ولایتش را از ماه به چاه تاریخ کشاندید. پس پیروز و ماندگار هستید، حتی اگر تمام استعمارگران کمکش کنند رفتنی است و باید برود. این جانب 100000 یورو تقدیم می‌دارم و آرزوی هر چه زودتر سرنگونی رژیم جهل و جنایت را دارم. احمد از ابوظبی. همیاری چند تا از دوستان رو اعلام میکنم خدمتتون. دکتر طاهر 6000 دلار، برادرم احمد دارپویی شایسته و خودم 6600 دلار و منصور 6000 دلار، جمعاً 13200 دلار. در این چند روز ما شاهد تجلی فدا و صداقت بیشتر بودیم. توی برایند شرایط کنونی دنیا و ایران بیشتر به این میرفت که با ضعف و ناامیدی مواجه بشیم، ولی مثل همیشه ثابت کردیم که با وجود شما بزرگواران و مبارزان مجاهدان ایران
غیر ممکن وجود نداره در این مبارزه و همش تجلی شکوه و بزرگواری بود. خسته نباشید. هر برنامه همیاری با سیمای آزادی فقط تعهدات مالی نیست. وقتی صحبت‌های هواداران و همیاران مقاومت چه در ایران چه در خارج از کشور گوش میدیم، غیر از تعهدات مالی، کمک‌هایشان و تعهدات کاری بیشتری برای سرنگونی این رژیم ضد بشری هم هست. درود بر تمام اعضای مقاومت و هواداران و رهبران مقاومت. منم حاضر. میخواستم کمک های جمعی از همیاران این گلریزان رو اعلام کنم. خانم سپیده از آدلاید $600، آقای جلیل $600، آقای هاشم $6,000، از طرف دخترم رکسانا و پسرم کیانوش $300، و از طرف مادر صادق‌پور $600 که ماهانه $50 میدن، و کمک خودم هم که قبلا محمد اعلام کرد. درود و خسته نباشید. فقط میخواستم که یه نکته رو بگم، به خاطر اینکه خب ما خیلی عزیزانی رو از دست دادیم تو این مدت و همطور خب پروازی که عقاب تیزپر ما داشتن، آقای سرهنگ از پیش ما رفتن، ولی خب یادشون همیشه برای ما زنده است. و اینکه کانون‌های شورشی که با ما تماس گرفتن، واقعا همشون وقتی که من صحبت‌های پرشور این کانون‌های شورشی رو گوش می‌کردم، به اون شعر عقاب که تجلی شد بر من، شعر عقابی که ما تو کتاب‌های دبستانمون می‌خوندیم، که واقعا الان وقتی نگاه می‌کنم تمام این آدمایی که توی مقاومت هستن، تک تک این خواهر و برادرای عزیزم و اونایی که دیگه پیشمون نیستن ولی یادشون پیش ما هست، دقیقاً همین شعر عقابه که میتونستن شاید زندگی‌های متفاوتی داشته باشن، از همه جور مادی و هر جور مادی میتونستن بهره ببرن، ولی ترجیح دادن که شرف و انسانیتشون رو کف دستشون بذارن و به رذالت تن ندن. و واقعا این شعر تجلی همین مقاومت ایرانه و درود بر مسعود با این و خواهر مریم که یه همچین نسلی رو پروروند. من وقتی که این پیام رو دیدم از کانون‌های شورشی، به همشهری عزیزم فرهاد که در کرج هست و در و بهنام عزیز، تصمیم گرفتم $5,000 دیگه، مبلغی که اول $10,000 که میخواستم کمک کنم، $5,000 دیگه اضافه کنم و بکنم $15,000. یه مبلغ جمعی $450 هم قبلا اعلام کرده بودم، برای همین اون $450 هم میکنم $500 و تقدیم شما میکنم. ببخشید نمیخوام دیگه بیشتر از این حرف بزنم، وقت شما رو بگیرم. ممنون از این که به من فرصت رو دادی. We'll be right back.